ارائه بعدی که خلاقیت و دانش آزاد، ظهور طبقه جدید در جامعه توسط خانم نفیسه آزاد ارائه میشه. تشویقشون بفرمایید. دو تاشو. سلام، من نفیسه آزاد هستم. یکم این بحثی که میخوام امروز ارائه بدم شاید با بقیه بحثایی که شما امروز اینجا بشنوین فرق داره. رشته من جامعه شناسی، البته تو دوره لیسانس مکانیک خوندم، ولی بعدش به قول هم کلاسی های بعدیم توبه کردم، رفتم علوم انسانی و جامعه شناسی خوندم و الان دارم یه رساله دکتری می نویسم در مورد سناریوهای توسعه خلاق شهر تهران. حرفی که میخوام امروز بزنم در واقع یه بخشی بزرگی از کار من برمیگرده به همین کامیونیتی که اینجا دور هم جمع شدن در مورد خلاقیت. سعی میکنم که داستانو یه جوری تعریف بکنم که اون چیزی که من بلدم انتقال پیدا بکنه به جمع، و بعد خوشحال میشم که حالا در هر فرصتی اینجا یا بعد تو وقت استراحت یا هر چی بعدن از نظرات شما هم بهره‌مند بشم برای اینکه بتونم کارمو انجام بدم. اول قبل از اینکه وارد بحث بشم یه سری مباحث کلیدی رو مجبورم توضیح بدم که دانشمون یکی بشه با هم دیگه. راجع به طبقه است، طبقه یکی از مفاهیمیه که تو جامعه شناسی خیلی مهمه. از وقتی که آدما زندگی کمونوارو ول کردن و اومدن یک جانشین شدن، کشاورز شدن، بعدن صنعت، انقلاب صنعتی اتفاق افتاد، طبقه همشه خیلی مهم بود. طبقه در واقع نشون میده که شما به چه پایگاه اقتصادی اجتماعی تعلق دارین. از همون تقریبا لحظه ای که به دنیا میاین مشخص میکنه که شما اگه جامعه رو نردبون در نظر بگیریم کجای این نردبون وایسادین. حالا بعضی موقع تو جوامع رفتن از یه پله به یه پله دیگه خیلی سخته، بعضی وقتا راحت تره، تو بعضی از جوامع راحت تر و همینطور. یکی اقتصاد صنعتی یا اقتصاد دانش بنیان. ما بعد از انقلاب صنعتی اقتصاد صنعتی داشتیم، یعنی اینکه مبنای تولید ثروت و ارزش افزوده صنعت، یعنی اینکه ما یه چیزی تولید میکنیم، میفروشیم، تولید انبوه میکنیم، قیمتش میره بالاتر، بازار رقابتی و یک تولیدی که بر اساس صنعت. یه اقتصاد داریم، اقتصاد دانش بنیان، که شاید شما تازگی‌ها بیشتر شنیده باشید، و ایده این اقتصاد اینه که ما از تولید دانش پول در میاریم، نه از تولید قطعه. من از تولید ایده پول در میارم، از تولید محتوا پول در میارم، و این اقتصاد اقتصاد دانش بنیانه. و حالا بعداً بهش خواهیم پرداخت که چرا آدم‌ها تو این اقتصاد مهمترن تا ابزار. و پیروش جامعه صنعتی و جامعه اطلاعاتی. جامعه صنعتی جامعه بود که بعد از انقلاب صنعتی تو غرب اتفاق افتاد و یه جامعه بود که اساسش صنعت و سرمایه صنعتی بود. جامعه اطلاعاتی جامعه بود که کاسترز اولین بار گفت شاید 15 سال پیش یا بیشتر، که جامعه امروز جامعه اطلاعاتی، یعنی اینفورمیشنه که مشخص میکنه که شما چه موقعیتی دارین تو جامعه و جامعه چه شکلی تعریف میشه. ارزش‌ها و هنجارهاش هم بر اساس همون تعریف میشه. کل داستانی که من میگم تا اسلاید آخر راجع به غرب نظریه‌ای که اتفاق افتاده، به خاطر اینکه ما هنوز هیچ بررسی تو جامعه خودمون نکردیم که ببینیم آیا این اتفاق افتاده یا نه. یا آقای به نام فلوریدا سال 2004 یک کتابی نوشت به نام Uprising of Creative Class، خیزش طبقه خلاق، که خیلی کتاب مشهوری شد، معتبرترین جایزه ها رو گرفت. و این داستانو اینطوری آقای فلوریدا تعریف میکنه، میگه که فرض کنید ما یه آدمی که داره تو خیابون راه میره رو از 1900 برداریم بیاریم 1950، یکی دیگر از 1950 برداریم بیاریم امروز، که امروز اون 2004 البته، حالا ما فرض میکنیم 2016. میگه برای این دو تا چه اتفاقی میفته، کدومشون تغییر بیشتری احساس میکنن؟ بعد تعریف میکنه، میگه اون که از 1900 اومده 1950 خیلی تغییر احساس میکنه، میبینه که وای چه ماشینالاتی، چه پیشرفتی، حتی مثلا کامپیوترها، نوع کار کردن، چقدر سخت افزاری جامعه تغییر کرده، آدم ها انگار یه جور دیگه زندگی میکنن، خیلی شگفت زده میشه در لحظه اول. آدمی که از 1950 میاریم امروز در لحظه اول خب یه کمی شگفت زده میشه، میگه خب مثلا حالا موبایلم هست، اینترنتم هست، اینم اینطوری رشد کرده، ولی ممکنه طلب کارم بشه بگه که شما چرا هنوز یه کره دیگر رو نتونستید درست بکنید برای اینکه ما بریم توش زندگی بکنیم، چرا از ماشینا تو هوا پرواز نمیکنن، چرا؟ چون که تو 1950 خیلی از این اتفاقات قبلا افتاده بود. حالا آقای فلوریدا میگه به این دو تا آدم کمی وقت بدید. اون آدم اول میتونه به زندگیش ادامه بده برای اینکه استراکچر اجتماعی تغییر نکرده. اگه تو 1908 صبح میرفت کارخونه، 5 بعد از ظهر میومد، تو 1950 باید همین کار بکنه، 8 صبح بره حالا یه شرکتی، 4 بعد از ظهر برگرده. هنجارهای اجتماعی تغییر نکرده، هنوز جامعه خانواده محوره، هنوز سن محوره، هنوز
در واقع اون تبعیضات جنسیتی توش وجود داره، ساز و کار زندگی کردن در جامعه فرق نکرده. مثل اینه که من از اینجا برم توی جامعه زندگی بکنم که یه کشور مسلمان دیگری که فقط از نظر تکنولوژیکی یکم پیشرفته تره، بر من زندگی کردن اونجا خیلی سخت نیست، برای اینکه استراکچر اجتماعیش، هنجاراش، ارزشش، همه چیش یکیه. ولی مسافر دوم درسته که اولش به نظر میرسه که خیلی شگفت زده نمیشه، ولی بعد از یه مدتی دیگه نمیتونه زندگی کنه. یعنی میگه که چرا آدم ها اینطوری هست؟ چرا هیچکی نمیره سر کار؟ یا چرا کارا اینقدر در واقع شناوره؟ چرا آدم ها اینطوری لباس میپوشن؟ این مبارزات اجتماعی که حول حقوق اقلیت هاست چیه؟ یعنی خیلی براش ارتباط، حتی ممکنه شوخی ها رو نفهمه، داستان ها رو نفهمه، زندگی کردن بعد از یه مدتی براش پیچیده تر و دشوارتر میشه. فرودتا اینجا به ما میگه که پس یه تغییر رو بپذیرید، تغییری اتفاق افتاده. نیروی پیشران این تغییر چی بوده؟ چی بوده که اینو هول داده برای اینکه این تغییر اتفاق بیفته؟ ناخواسته به ما تحمیل شده یا یه نیروی مرموزی ارزشاش اومده به ما تحمیل کرده؟ چیزی که ما الان هم یه کمی خودمون با این کانسپت آشناییم. چرا این همه تغییر کرده؟ ده شصتی ها چرا اینطوری هم، ده هفتادی ها چرا اینطوری هم، ده هشتادی ها جوک میسازن بر هم دیگه؟ چرا این تغییر اتفاق افتاده؟ آگه یکی به ما، یکی داره برنامه ریزی میکنه که این جامعه تغییر کنه؟ مثال هایی که از ایران میزنم کاملا مشاهده ایه، هیچ اویدنس علمی هنوز نداره. یکی داره این تغییرها رو به ما تحمیل میکنه برای اینکه میخواد یه نفعی ببره، یه نیروی مرموزی وجود داره، ناخواسته این اتفاق افتاده، یا تغییر اتفاق افتاده چون باید اتفاق میافتاده. یعنی اینکه در واقع تو اون جامعه اون شکل زندگی دیگه کار کرد نداشته. اقتصاد از یه جایی، از در واقع بیسش، از صنعت اومده روی خلاقیت. خلاقیت چیه؟ میگه توانایی خلق فرم‌های جدیدی که معنا دارن برای زندگی تو هر زمینه‌ای. این اصلا اهمیتی نداره که من بگم تو هنره، توی کامپیوتره، توی مهندسیه، توی معماری، تو هر چی یه فرم جدیدی که معنا داره. یکی این که برای ما این امکان به وجود اومده که خلاقیت هنری و فرهنگی رو با تکنولوژی و اقتصاد به هم دیگه گره بزنیم. یعنی یه زمانی من نقاش بودم، مثلا رامبراندم بودم، میشستم نقاشیمو میکردم، بعد یه گالری هم میذاشتم میبردم میفروختم. من امکان اینو دارم که نقاشی رو با تکنولوژی، با اقتصاد به هم گره بزنم، برای اینکه میتونم یه کنسرتی برگزار کنم که یه دونه سازم توش نباشه، همه با کامپیوتر صدا رو تولید کنن در واقع، و هم هنره، هم تکنولوژیه و هم اقتصاده. میتونم تو حوزه اقتصاد از یه چیزای پول در بیارم که قبلا به نظر بیکارگی و اینا میومد، ولی الان آدما بابتش پول میدن. شما پول میدین بابت اینکه برید یه چیزی رو ببینید که ممکنه هیچ نفعی هم، یعنی مثلا نرفته باشید توی تئاتر یا کنسرت یا هر چی، ولی براش پول میدید برای اینکه براتون جذابه. و یه بستر اقتصادی و اجتماعی متناسب با خلاقیت شکل گرفته. یعنی اینکه اگه یه روزی مثلا من با یه شکل خایه لباس خاصی میپوشیدم میرفتم مثلا تو خیابون، آدم ممکن بود که بگن شیطان رفته تو وجودش سنگ بارونش کنین یا من، ولی الان به نظر با مزه میام، جذاب میام، کیوت میام، میدونی؟ یعنی بستر اجتماعی وجود داره که میپذیره من یه شکل دیگه ای زندگی کنم، میپذیره که من از یه راه دیگه ای پول در بیارم. حالا یه طبقه جدیدی به وجود اومده که فلوریدا میگه این طبقه با بقیه طبقه ها فرق داره. از چه لحاظی؟ این طبقه ما هنوز خیلی نمیتونیم راجبش دقیق حرف بزنیم چون در حال به وجود اومدنه. چه خصوصیاتی داره که حالا در واقع من اینو میخوام بسنجم که آیا در، چون میگه بعدن که کیا میتونن عضو پیش قراولان این طبقه باشن، آیا این کامیونیتی که اینجا حول دانش آزاد شکل گرفته جزء این طبقه هست یا نه. میگه این طبقه طبقه‌ایه که محل کار هسته ای نداره، صبح نمیره سر کار، عصر بیاد ازش پرسی کجا کار میکنی معلوم نیست، تو خونه، کافه، این ور، تو خیابون، تو رخت خواب، معلوم نیست که کجا داره کار میکنه، یه محل کار اصلی نداره. مثلا اون دورانی که ارگانیزیشن ها خیلی مهم بودن، بزرگ افتخار نمیکرد بگه که مثلا من 30 سال توی مثلا اچ پی کار کردم، براش اصلا باعث افتخار نیست. یعنی در واقع محل خودشه و اون ابزاری که داره برای کار کردن. سبک زندگیش تجربه گراست. اینطور نیست که بگه که خیلی خب من حالا کارگر مثلا لول پایین هستم یا متوسط هستم یا یه مدیر کل هستم، پس باید کت شلوار بپوشم، باید برم مثلا هفته یه بار بیرون شام بخورم تو فلان رستوران. چون اینا رو قبلا داشتیم دیگه، شما به یک طبقه وقتی متعلق بودید یا به یک سبک زندگیتون هم کاملا مشخص بود چی می‌خورین، کدوم
رستوران میرین، چجوری لباس میپوشین، چجوری با آدم ها حرف میزنین و انتقاد دادنش فرق. ولی میگه این سبک زندگی تجربه گرای من، متخصص مثلا کامپیوترم، متخصص برنامه نویسم، ولی همزمان فکر میکنم خوبه برم اسکی روی یخ یاد بگیرم یا برم رقص مثلا بوتو یاد بگیرم. هیچ ابایی ندارم از اینکه چیزهای مختلفو تجربه کنم، حوزه‌های مختلفو تجربه بکنم و همش برام جذابه. توی سبک زندگی مثلا اگر خانواده محور بود، الان دیگه خانواده محور نیستم، من فکر می‌کنم که خب من میتونم یه جور دیگه زندگی کنم، شکل‌های متنوع زندگی حالا شخصی جمعی داشته باشم. نوع مصرفم متفاوت شده، نوع مصرف فرهنگی متفاوت شده دیگه. یعنی در واقع این طبقه طبقه یه که دیگه ما نمیتونیم خیلی جا بدیم یه جایی و بگیم که خب این داره اینطوری زندگی میکنه. یه اصطلاحی به کار میبره تایم وارپ که من گذاشتم پیچش زمان، ولی اونجایی که تو فیلم‌های ساینس فیکشن زمان و فضا به هم دیگه میپیچن، میگه شما هیچ وقت نمیفهمیدی آدم داره چی کار میکنه. یه موقع تو رخت خوابش ساعت 2 شب داره کار میکنه، صبح تو محل کارش داره بازی میکنه، داره مثلا تو اتوبوس میره یه جایی، داره مثلا یه کاری میکنه، بعد مثلا یه جایی تو مهمونی نشسته تون تون داره یه کاری میکنه که کاره، و شما هیچ وقت نمیفهمیدی آدم دقیقاً داره چی کار میکنه، چطوری کاراشو به هم دیگه ربط میده. به نظر میاد تو حوزه های خیلی مختلفی داره کار میکنه، ولی از نظر خودش زندگیش یک پارچه است، زندگیش تک تک نیست. مثلا من مکانیک خوندم، بعد جامعه شناسی، بعد آینده پژوهی، بعد رفتم نقاشی یاد گرفتم، الان درس هم میکنم داستان میسازم. از نظر خودم زندگی من یک پارچه است، ولی شاید اگه یکی از بیرون تو رزومه هایی که الان هست، من هیچ وقت نمیتونم رزومه‌مو بنویسم، برای که معلوم نیست چی کارم از نظر اون در واقع فرمت رزومه. و اینکه اجتماع ما کامیونیتی رو تو جامعه شناسی به جای گذاشتیم اجتماع، به جای سوسایتی که گذاشتیم جامعه، اجتماعات خلاق داره. اجتماعات خلاق یعنی چی؟ تو دورانی در واقع تو عصر صنعتی و کشاورزی شما معلوم بود که به کدوم جامعه تعلق داری. من نمیتونستم مثلا راه بیفتم اگر که مثلا توی خانواده دهقانی به دنیا اومده بودم، نمیتونستم برم خونه مثلا یه اشرافزاده ای که یک مجلس شعرخوانی برگزار میشد. من متعلق در واقع به طبقه ای بودم که خیلی شو پدر مادرم مشخص میکردن. ولی الان این جامعه اجتماعات خلاقی داره، همه شما که نشستین اینجا حول یه موضوعی جمع شدین که ممکنه به بقیه زندگیتون هیچ ربطی نداشته باشه. ممکنه من یه آدم خیلی مالتی میلیاردر باشم که یه زندگی خیلی اشرافی دارم، بیام بشینم اینجا روی صندلی کنار کسی که اون مثلا یک زندگی خیلی مثلا روشن فکری داره، نمیدونم اون یکی مثلا ممکنه اصلا کلا مدیر کارخونه میده. یعنی میخوام بگم که اون اجتماعی که شکل گرفته حول چیزایی که قبلا شکل میگرفت شکل نگرفته، حول اون خلاقیت شکل گرفته که آدمای این جامعه بهش علاقه دارن. اولیناشو فلوریدا میگه، مثل وودستاک و اینا، در واقع اون جایی که کنسرت‌های آزاد برگزار میشد و آدما میرفتن و کاری با هم دیگه نداشتن و در واقع یه شکلی از اجتماعاتی شکل میگرفت که تا قبلش خیلی برای ما معنی نداشت. پیش قراولان طبقه جدید کیان؟ در واقع این دلیل اینه که چرا من اومدم سراغ شما و اینا رو دارم توضیح میدم. هنرمندا، یه هنرمند حرفشون خلاقیته. هنرمند هیچ وقت توی اون چارچوب خلاق در واقع جامعه جا نمی‌شدن و برای همون پذیرفته بود یه جور دیگه لباس بپوشن، یه جور دیگه زندگی کنن، یه جور دیگه حرف بزنن، یه کارایی بکنن که ما نمی‌کنیم معمولا، و همم نگاهشو می‌کردم گفتن هنرمندا. این هنرمندا تو جامعه جدید که میگه کریتیو اتوز، در واقع اصلا ساحتش ساحت خلاقیته، این هنرمندا میشن یک بخشی از جامعه. یعنی در واقع با من و شما دیگه خیلی هم فرقی نداره و زندگیشون که یه جامعه جدا نیستن که بگیم خب اینا هنرمندا اینطوری هست. خلاقیت شغلشون هست، ولی خلاقیتشون جذب میشه در خلاقیتی که ما توی جامعه سراغ داریم. جامعه این که در واقع حول تکنولوژی نرم شکل میگیره، نه تکنولوژی سخت در واقع تولید قطعه و یک چیز فیزیکی. جامعه این که حول تکنولوژی نرم شکل میگیره، چرا؟ به خاطر اینکه همه این بسترها رو اون جامعه داره فراهم میکنه، پیش قراوله، برای اینکه قبل از بقیه میتونه بفهمه که چه اتفاقی میتونه بیفته. خلق میکنه اصلا یه چیزایی، یعنی ابزار خلق اگه قبلا دست مهندسای مکانیک بود مثلا، الان در واقع دست کساییه که تو حوزه نرم فعالیت میکنن. حتی تو این حوزه هم دست کساییه که ایده تولید میکنن، نقشه تولید میکنن، طراحی میکنن. دیگه در واقع این منتقل شده به این طرف، و کسایی که کنش اقتصادی خلاق دارن، یعنی کسایی که میتونن هنوز وقتی ما کاملا فلوریدا میگه ما حتی تا نیویورک و لندن هم نرسیدیم به اینکه کاملا یک جامعه خلاق داشته باشیم و اینا یک بخش کمی از جامعه هستن،
میتونن کنش اقتصادی خلاق داشته باشن، میتونن از یه چیزی پول در بیارن که قبلا به نظر بقیه مسخره میمد و نمیشد ازش پول در بیاری، یه کنش اقتصادی خلاق دارن. حالا دانش آزاد چرا اینجا مهم میشه؟ یکی از روندهایی که مهمه، یکی اینکه دانش آزاد حاصل تکنولوژیه، یعنی اگه بستر تکنولوژیک نبود چون هیچ وقت دانش آزاد نمیتونستی اینقدر راحت ازش حرف بزنی، اگه که همچنان بریتیش میوزیم و کتابخونه های بزرگ و نمیدونم اینا بودن که کتاب کاغذی رو گذاشته بودن و من بعد میرفتم اونجا ثبت نام میکردم، یا مثل کتابخونه ملی اینجا بعد میرفتم با فوق لیسانس یه دونه کارت میگرفتم که میتونستم برم یه دونه پایان نامه رو اونجا بخونم، اصلا دانش آزادی شکل نمیگرفت، همچنان همون سلسله مراتب وجود داشت. بنابراین یک کانسپتی است که به عصر جدید متعلق. ارزش ها و هنجارهای دانش آزاد، من حرفای آقای استرمنو گوش میکردم و اول پخش شد، در واقع اون چیزی که از جامعه در جامعه شناسی بر من مهمه اینه که ارزش و هنجارهای دانش آزاد تغییر میده. مثلا ما تو همون کلاسی که آقای استرمن در واقع مثال میزنه، فرم سنتی ما اینه که اگر که کسی این بالا وایساده دانشش از من بیشتره و شما شنونده این و من متکلمه وحدم و شما با دهن باز اینطور من نگاه میکنین تا یه چیزی بهتون یاد بدم. در واقع تکنولوژی و دانش آزاد باعث میشه که من یه چیزی بگم، الان میگم فلوریدا 2004 کتابشو منتشر کرده مثلا و شما این امکانو دارید که سریع سرچ کنید بگید نه 2005 منتشر کرده، یا اصلا این چیزی که تو میگی اشتباهه. اینه، این اتفاقی است که الان کم کم داره میفته، یعنی اینکه من در معرض یک بده بستانم. این چی رو تغییر میده؟ سلسله مراتب رو تغییر میده. این چی رو تغییر میده؟ یک ارزش اجتماعی رو که هرچی اینکه این بالا میگه درسته رو تغییر میده. من حالا رو این خیلی میشه حرف زد ولی من یک کمی کوتاهش میکنم به یکی دیگه، اینکه مرکزی بودن دانش رو تغییر میده. که چی رو تغییر میده؟ ساختارهای تولید دانش، آکادمی. من یه زمانی با افتخار میگفتم که مثلا من دانشگاه صنعتی اصفهان درس خوندم، ولی حال فرض کنید شریف درس خونده بودم، تا آخر عمرم یه بار کنکور میدادم دانشگاه شریف قبول میشدم، تا آخر عمرم میگفتم من دانشجوی دانشگاه شریف بودم. دانش آزاد با پیش رفتنش مرکزیت آکادمی رو به عنوان نهاد علم ممکنه بگیره، یعنی دیگه اصلا این سلسله مراتبی وجود نداره که من بیام بهش حالا افتخار کنم برم داخلش بعد مدرک بگیرم مدرک رو قاب کنم بذارم، و این هنجارها رو تغییر میده. سیستمی که ما توش وایسادیم، من میرفتم سر کار میخواستم من 6 افسر بمونم مهندس کار کردم مدرکم میشم، خب تو اصفهان مثلا خب خیلی چیز بود که دانش سنت اصفهان درس خونده بود دیگه، اصلا ممکن بود از من سوالی نپرسن، یا مثلا شریف یا هر یا نهادهای بزرگ مثل فلوریدا، خودش هاروارد رو مثال میزنه، یا دانشگاه های بزرگ دیگر رو مثال میزنه و میگه که اینا اگر که نتونن در این کریتیو سوسایتی مرج بشن از بین خواهند رفت، برای اینکه این آینده محتوم دنیاست. یکی تولید و مصرف دانش. تولید و مصرف دانش الان اقتصادیه، یعنی بیزینس بر اساس تولید و مصرف دانش میگذره میگرده. اگر که در واقع آینده تولید دانش دانش آزاده، پس بیزینسش هم باید تغییر کنه، پس هنجارهایی که هولون بیزینس شکل گرفتن باید تغییر کنه. حالا همه این بحثایی که احتمالا شما امروز خواهید داشت یا ما در آینده خواهیم داشت و برای جامعه شناسی بسیار مهمه، حقوق آدم‌ها، اینکه چه شکلی میتونن سازوکار اقتصادی داشته باشن توی این فضا، خلق خواهد شد در واقع، و یکی آینده دانش آزاد. خب چه اتفاقی میفته؟ آیا خرد جمعی بر خرد جمعی میتونه دانش موثقی تولید؟ عزیزم تایید کرد حرف رو. آینده دانش آزاد چیه؟ آیا خرد جمعی بر خرد جمعی میتونه دانش ما وسخ تولید کنه؟ خب این خیلی آکادمی رو میترسونه. الان با استاد من میگه که مثلا خب شما نیستین، هیچ نهاد علمی هم نیست، یه دانشی تولید چه بگم وای مگه میشه؟ باید حتما یک نشریه علمی پژوهشی باشه، 4 تا داور داشته باشه، اینا بیان اینو بخونن، بعد با تئوری ها تطبیق بدن، بعد یه مقاله منتشر بشه. شما نمیتونی هر حرفی بزنی. الان شما مثلا دانشجو دکترا، خب بله میتونی بری حرف بزنی. دانشجو فوق لیسانسی، نه نمیتونی حرف بزنی. دانشجو لیسانسی اصلا حرف نزن. فقط بشین گوش بده. که الان مثلا بچه های ما بعضی وقتا ما رو زیر سوال میبرن، مثلا بهش میگه که چه میدونم دایناسور فلان اینطوری، یه فوری میزنه تا بهش میگه نخه اشتباه کردی، این اون یکیه، این شکلش اینجوریه. یعنی در واقع اون سلسله مراتبی که ما بهش عادت کردیم و بر اساسش میتونیم تو جامعه زندگی کنیم، یعنی زندگیمون مقدوره، از بین میره. به این جهته که خیلی فراتر از اینه که در واقع نرم افزار آزادی تولید بشه یا دانش آزادی تولید بشه. آدم داریم اینجا، یکی کسایی هن که خیلی آینده رو خیال پردازانه و رویا پردازانه میبینن، یکی کسایی که گذشته رو میستاین، میگن وای
زندگی از دست رفت، همه هنجارها از بین رفت، نسل خراب شد، هیچ کی دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه و اینا. یه عده هم میگن که خب در آینده ما بسیار خوشبخت خواهیم شد و تکنولوژی همه ما رو نجات میده. اولین در واقع متفکتی که وجود داره اینه که تکنولوژی ما رو رها میکنه. یه عده معتقدن تکنولوژی باعث میشه که ما محیط زیستمون درست بشه، چون ما به تکنولوژی‌های دست پیدا خواهیم کرد که زباله هامون رو از بین میبره، هوامون رو درست میکنه. تکنولوژی باعث میشه ما رها بشیم چون گردش آزاد اطلاعات به وجود میاره. تکنولوژی باعث میشه ما رها بشیم به خاطر اینکه فاصله ها رو کم میکنه، ارتباطات رو بیشتر میکنه. و یه دم خب میترسن از این، یعنی خب به خصوص تو جامعه شناسی خیلی با تکنولوژی پنیک وجود داره، هیچ ارتباط مستقیمی وجود نداره که وای تکنولوژی داره همه چی رو خراب میکنه، ما باید جلوش گارد بگیریم و مثلا بگیم آدما خیلی با موبایلشون حرف نزنن که با هم دیگه حرف میزنن. و نمیتونیم تصور کنیم که آدما یه شکل دیگه دارن با هم حرف میزنن و نسل آینده اصلا یه شکل دیگه ارتباط برقرار میکنه. همونقدر که ما ترسناک بودیم برای کسایی که دههای قبل به وجود در واقع به دنیا اومده بودن و زندگی میکردن، اونا هم برای ما ترسناکن و ما یاد نگرفتیم که با این ترس میگم کنار بیایم. یکی دیگه این که و در واقع فلوریدا میگه هیچ کدوم از این دو تا نیست، ما نمیدونیم در آینده چه اتفاقی میفته. روند میگه که طبقه خلاق اقتصاد خلاق، ولی هنوز کمتر از 3% اقتصاد آمریکا رو سال 2010 در واقع این طبقه خلاق تولید کردن. هنوز پول از شرکت های بزرگ در واقع تامین میشه، هنوز اونان که تعیین کننده مسیرهای اصلی رشدن و ما نمیدونیم دقیقا نه اینه نه اونه. بعد ببینیم روند به چه سمتی میره و ما چه تأثیری میتونیم توش بذاریم. دوران دایناسورا به سر اومده، ما در آینده دیگه شرکت های بزرگ نخواهیم داشت. فلوریدا میگه آدم خلاقیت رو نمیشه استخدام کرد و اخراج کرد، برای همین ما دیگه اون شیوه قبلی استخدام و اخراج رو نخواهیم داشت در شرکت ها. برای اینکه شرکت ها خلاقیت رو میخوان. بعضی وقتا به آدم میگن که به اون آدم میگن که تو فقط بیا اینجا بشی، اصلا نمیخواد هیچ کاری بکنی، من نمیدونم تو چی کار میخوای بکنی، ولی باش مثلا. یا اینکه دیگه خیلی در واقع تأکیدی رو اینکه حالا این ساعت بیا این ساعت برو نیست، تأکیدی رو اینکه چه لباسی بپوش نیست، یعنی آدم ها بر لباسی بخوان میرن. برای اینکه شما میگه که نمیتونید خلاقیت رو استخدام کنید، اخراج کنید، بهش بگید این کار بکن اون کار بکن. آدم خلاق تو یک شرکت بمون نیست، ممکنه 3 سال یه بار، 1 سال یه بار، 6 ماه بار جاشو عوض کنه. بر همین شرکت های بزرگ یک فضایی به وجود میارن برای اینکه بتونن از این خلاقیت استفاده کنن، ولی واقعا عمرشون به پایان رسیده؟ نه، در واقع تولید انبوه یک روند پایدار هنوز به شرکت‌های بزرگ، هنوز به بوروکراسی احتیاج داره. ما نمیتونیم بگیم اینا کاملا از بین رفتن یا دیگه وجود نخواهند داشت. آیا قدرت به مردم برمیگرده؟ بازم هم میگن که یه اینا که این طرفت میگن که بله تکنولوژی، بله خلاقیت، بله دوران جدید، قدرت برمیگرده به مردم، ما میتونیم دموکراسی کاملا وانمودان داشته باشیم، یعنی من راجع به هر چیزی شخصا نظر بدم به خاطر تکنولوژی. ولی باز میگیم که معلوم نیست، برای اینکه خیلی وقتا سرمایه است که مسیر قدرت رو مشخص میکنه و معلوم نیست که قدرت واقعا برمیگرده به مردم یا همچنان شکل دهی میشه توسط جریان سرمایه یا جریان قدرت. و یکی دیگه اینه که بحث اقتصاد هالیوودیه. میگه هالیوود اولی که به وجود اومد دو تا کمپانیه در واقع بزرگ بودن که همه فیلم ها رو تولید میکردن و میساختن و سرمایه گذاری میکردن. بعد از یه مدتی هالیوود پر شد از کمپانیه تولید و خیلی جزیره جزیره شد و الان شما با یه سرمایه خیلی کوچیکی تو هالیوود میتونین فیلم تولید بکنین. و اقتصاد آیا اون شکلی خواهد شد؟ سر اینم باز بحثه. اینکه هنوز هم تو هالیوود مثلا دیزنی خیلی تاثیرگذاره، هنوز هم کمپانی‌های بزرگ خیلی تاثیرگذارن، بنابراین ما نمیتونیم بگیم که قطعا این اتفاق خواهد افتاد یا نه. همه اینا در مورد جامعه غرب بود. جالبه که بدونید سال 2004 که فلوریدا کتابش رو منتشر کرد گفتش که دولت رفاه جوابگو نیست، ما مجبوریم که حتی در واقع لو لول ترین کارگرانی که مثلا کشیرا باید مرج بشن در اقتصاد خلاق تا باقی بمونن. شهری، جامعه شناس شهری فلوریدا، شهری پایداره که بتونه اقتصاد خلاق داشته باشه، بتونه این طبقه رو هندل کنه. من اگه سبک زندگی متفاوته میخوام 2 شب بتونم پیاده ولی عصر رو برم بالا پایین، پس من یه شهری میخوام که توش امنیت داشته باشم، چراغ داشته باشه، سرویس خدمات عمومی داشته. این شکلی این طبقه خودشو تحمیل میکنه به یه شهر، حتی به فضاش، حتی به کالبدش. من مثلا میخوام اینترتینمنت داشته باشم، چیزای خاص داشته باشم تو شهر و بتونم ازش استفاده بکنم. نداشته باشم، شهرمو عوض میکنم، میرم یه جای دیگه، چون کارم هم خیلی وابسته به کمپانی نیست که مثلا حالا حتما اینجا بمونم.
حالا سوالی که ما باید بهش پاسخ بدیم، یعنی من باید بهش پاسخ بدم و میخوام با کمک شما در واقع این کار انجام بدم، اینه که اصلا اقتصاد تهران چیه؟ فلوریدا خیلی راحت میگه که ما اقتصاد صنعتی داشتیم در غرب بعد انقلاب صنعتی با این شاخصا، الان اقتصاد خلاق داریم در حال به وجود اومدن، در حال خیزش، در حال رشد با این شاخصا. اقتصاد تهران چیه؟ تهران شهر صنعتیه، شهر خدماتیه، شهر دلالیه، اقتصادش دانش بنیانه واقعا. اصلا ما مرحله صنعتی رو پشت سر گذاشتیم. متاسفانه ما خیلی اطلاعات زیادی نداریم راجع به اقتصاد. هر چیزی بخوایم تو تهران حرف بزنیم، اول باید ببینیم بستر اقتصادی تهران چیه. بیمه ها و بانک ها تو تهران پول در میارن یا صنایع شکلات و خودرو اینا پول در میارن، یا من و شما که مثلا تولید محتوا میکنیم پول در میاریم، کی توش پول در میاره؟ بستر این اقتصاد چیه؟ آیا نشانه های بروز طبقه خلاق در تهران وجود داره؟ فوکس من رو تهرانه، نه روی ایران. آیا اصلا نشانه هایی وجود داره یا نه ما اصلا اون نشانه هایی که فلوریدا به عنوان پترنز و ترندز میبینه رو اصلا تو تهران نمیبینیم؟ اصلا این آدم های خلاق وجود ندارن. ما همچنان ارگانیزیشنال ایجیم، یعنی اون جاییم که دوست داریم مدرکمون رو بگیریم، قاب کنیم، بریم یه سازمان بزرگی کار کنیم، 30 سال بلند شیم، بریم بیایم، بعد بازنشسته شیم، حقوق بازنشستگیمون رو بگیریم، توی یه رنج سنی بین 25 تا 35 ازدواج کنیم، بعدش بچه دار بشیم و یه علاقه خاصی داریم، هفته یه بار بریم رستوران. آیا اصلا نشانه هایی هست که ما از بروز طبقه خلاق داریم تو تهران؟ این نشانه ها چی هست؟ میشه بهش اعتماد کرد که ما بگیم یک آینده‌ای وجود داره که اینا خودشونو تحمیل خواهند کرد به این شهر یا به این جامعه؟ یکی از چیزهایی که خیلی فلوریدا روش تاکید میکنه در واقع نابرابری جنسیتیه، که یکی از چیزهایی که توی طبقه خلاق خیلی کم وجود داره. مثلا سالی که من رفتم دانشگاه 110 نفر ورودی دانشگاه مکانیک بود و ما 4 تا دختر بودیم و تا سالها بعد همین طور موند. من الان نمیدونم تو رشته های مهندسی واقعا چه جوریه، ولی میگه که در واقع نابرابری جنسیتی در کلیه زمینه ها خیلی کمتره دیگه. همون طور که طبقه شما مهم نیست، جنسیت شما هم مهم نیست تو طبقه خلاق. حالا اینا نشانه هاش آیا تو ایران هست نیست؟ یکی پتانسیل نفوذ خلاقیت به جامعه است. چقدر این جامعه گارد داره در برابر طبقه خلاق؟ چقدر نمیپذیره؟ چقدر پس میزنه؟ چقدر میخواد اون هنجارها و استراکچراشو حفظ کنه و نمیخواد در واقع بره به اون سمت؟ پتانسیلش، اینرسیش برای اینکه در جایی که هست بمونه چقدره؟ اگر طبقه خلاقی جوان زده و وجود داره، آیا قدرت اینو داره که خودشو تحمیل کنه به این جامعه و ببره جلو و اون اقتصادو ببره جلو، بستر اجتماعی و اقتصادی رو درست بکنه؟ آیا من میتونم سبک زندگیمو تحمیل کنم؟ بگم من این آدمم، من رزومه ندارم، این کارو ولی بلدم بکنم. بگم من این آدمم، اینطوری زندگی میکنم، شب تا صبح کار میکنم، صبح تا شب میخوابم مثلا، حالا یا هر چیز دیگه، هر چیزای دیگه ای که حالا تو سبک زندگی، اقلیت ها، نمیدونم، همه این چیزا. در واقع فلوریدا میگه اگر ما جامعه ای داشته باشیم که مدارا نداشته باشه، خیلی به سختی میتونه طبقه. ما چقدر مدارا داریم؟ من چقدر میتونم بشینم پلوی یه آدمی که قومیتش با من متفاوته، جنسیتش با من متفاوته، مذهبش با من متفاوته و خیلی برام عادی باشه، اوکی باشه، فکر نکنم به اینکه این الان مثلا چه تفاوتایی با من داره. در واقع اینا چیزاییه که باید سنجیده بشه که ما ببینیم آیا در تهران همچین طبقه‌ای وجود داره، آیا شما بخشی از این طبقه میتونید باشید، هستید یا نیستید، و در واقع بعد پیش بینی کنیم که آیا آینده جامعه ایران به این سمت میرود یا نمیرود. مرسی.